به نام خدا سلام عرض کنم خدمت دوستان خوبم در سایت مکتب خونه خیلی خوش اومدید به جلسه هفتم از دوره ترایش سایت مشابه دیژیکالا تو این جلسه قصد داریم یک سری فونت عمومی به سایتمون اضافه بکنیم برای بررسی بحث فونت بیایم سایت اصلیمون رو باز بکنیم و یک نگاهی رو به سایتمون بندازیم دقت بکن این سایت فعلا هیچ فونتی نداره و ما از فونت پیشورز داریم استفاده می کنیم و می بینید اصلا ظاهر کارمون مناسب نیست اما اگر دقت بکنید توی همین نوتپد ما از یک فونتی داریم استفاده می کنیم که بسیار جذاب هستش و یک استایل خیلی شیکی رو داره این دو تا مورد رو با هم دیگه مقایسه بکنید می بینید که تفاوت بسیار زیادی رو توی جذابیت کار برای ما داره و ما اگر می یک سایت حرفه‌ای رو داشته باشیم باید حتما از یک فونت مناسب استفاده بکنیم برای این کار هم میتونید روش های مختلفی رو انجام بدید و فونت های مختلفی در این زمینه وجود دارن که مثلا میتونیم اشاره بکنیم به فونت دانا فونت ایرانسنس، سنس فونت یکامبخ فونت ایرانسنس سنس ایکس و از این دست مارد که من خودم اکثرا توی پروژه هم از یکامبخ استفاده میکنم و بسیار فونت جذاب و مناسبی هستش این فونت رو اگر خریداری بکنی یک سری فایل در اختیارتون قرار میده که توی این قسمت من اومدم فایل رو آماده کردم من این فایل ها رو نمیتونم در اختیارتون قرار بدم و شما باید اینها رو تهیه بکنید از فروشگاه مختلفی که وجود دارم و فکر کنم یک سایت هستش که ارائه این فونت رو انجام میده شما نام فونت رو سرچ بکنید به سایت های مربوطه دست پیدا میکنید خب من این رو میذارم که ببینید اگر دقت بکنید ما توی این قسمت نام فونت رو که داریم بعدش کنارش یک سری متن نوشته شده مثل بلک لایت رگولار اکسترا بولد اکسترا بلک و از این دست موارد من برای اینکه برای شما توضیح بدم توی گوگل سرچ کردم ترتیب وزن فونت ها و ببینید که این فونت از همشون لاغرتره و فونت هوی و بلک میبینید که توی انتهای لیست ما قرار دارن و فونت های پررنگی محسوب میشن و ما باید بر اساس این مورد تنظیممون رو انجام بدیم خب ما باید بیایم توی پی قسمت پیشخان وردپرسمون به ورد، به المنتور پرو هم برای این کار نیاز داریم که توی جلسات قبلی با هم دیگه سازیش رو انجام دادیم توی قسمت ال... میایید و کاستوم فونت رو میزنید که فونت کاستوم خودمون رو اضافه بکنید اد نیو رو بزنید من توی این قسمت یک نام درخواه براش انتخاب میکنم مثلا یکان بخه فانام که معنیش این میشه که از حروف فارسی هم پشتیبانی میکنه خب توی این قسمت یک وزن براش قرار میدم و فایل هایی که من دارم از وف دو هستش یعنی این مورد شما میتونید موارد دیگه هم اگر خریداری بکنید توی این قسمت آپلود بکنید من صرفا این مورد رو آپلود میکنم و میام توی این قسمت آپلود رو میزنم و مثلا مورد اول میخوایم لاغرترین رو بارگذاری بکنیم به این صورت وزن فونت رو روی 100 قرار میدم و برای اضافه کردن وزن جدید روی این مورد کلیک میکنم و توی این قسمت روی آپلود میزنم و میام مثلا وزن بعدی رو آپلود میکنم مثلا وزن لایت این رو روی عدد دویست قرار میدم وزن بعدی رو میخوایم بارگذاری بکنیم رگولار هستش و این رو روی 300 قرار میدم و ادفونت رو میزنم بعدش میدیوم رو داریم که همون نرمال میشه میتونیم این رو تغییر بدیم یا بذاریم روی همون نرمال باقی بمونه و فونت مربوط به اون رو آپلود میکنیم که پیداشم نمیکنم خب من توی فایل هام بحث نرمال رو ندارم و مثلا از سمی بولد استفاده میکنم و به جای نرمال بارگذاریش رو انجام میدم و سمی بولد رو توی قسمت وارد میکنم و وزنش رو میتونم روی همون نرمال باشه یا روی عدد 400 قرار بدم من همون نرمال میذارم باقی بمونه میتونیم همین لینک رو مثلا کپی بکنیم و برای 400 هم همین رو قرار بدیم من همین کار رو انجام میدم و سایر موارد رو هم به همین شکل میام و آپلودش رو انجام میدم خب بارگذاری فونتامو به این شکل انجام شد و تا وزن 800 رو ما فایلش رو داشتیم و آپلودش رو انجام دادیم زیاد این مهم نیست و صرفا برای اینکه تعیین بکنیم برای ما کاربرد داره و ما این مورد نیازمون رو کامل برآورده میکنه من روی انتشار کلیک میکنم و یک بررسی هم توی قسمت پیشنمایشش انجام میدیم و کارمون رو آغاز میکنیم میبینید که تو این قسمت یک پیشنمایشی رو نمایش میده و میبینید که هرچه به سمت پای میاییم این مورد بلتر و بلتر میشه که برای کار ما جذاب هستش خب بیایم یک برگه برای صفحه اصلی ایجاد بکنیم میام توی قسمت برگه ها همه برگه ها رو کلیک بکنید و افزودن برگه تازه رو من میزنم و یک برگه جدید اضافه میکنیم خب توی قسمت عنوان می نویسم صفحه اصلی خب این ویرایشگری که مشاهده می کنید بهش میگم ویرایش گوتنبرگ اگر این ویرایشگر رو مثل من دوست ندارید میتونید از ویرایشگر کلاسیک استفاده بکنید که توی قسمت افزونه ها میتونید اضافه بکنید و ازش استفاده بکنید خب همین نوشتن عنوان برای مورد کافی هستش فقط میام توی قسمت تنظیماتش کلا نوار کناری رو میخوام بدون نوار کناری باشه سربرگ میخوام غیرفعال بشه ببخش عنوان صفحه میخوام غیرفعال بشه این تیک رو میزنید و همین بعدش انتشار رو کلیک بکنید من مجددا وارد پیشخانه وردپرس بشم و بیام توی قسمت تنظیمات و بخش خواندن توی این قسمت این گزینه رو فعال بکنید صفحه نخست رو من روی صفحه اصلی قرار میدم و ذخیره تغییرات رو میزنم حالا میام صفحه اصلی رو هم یک رفرش رو انجام میدم میبینید که صفحه اصلیمون به این شکل ظاهر میشه و کلا خالی میشه که ما بتونیم طراحی رو انجام بدیم توی بخش برگه ویرایش با المنتور رو کلیک بکنید که صفحه با المنتور برای ما باز بشه تو این جلسه نمیخوایم با استفاده از المنتور بیایم و صفحه مورد نظرمون رو طراحی بکنیم ولی خب فونت‌های های عمومی رو به سایتمون اضافه که کردیم باید یک موردی رو هم توی بخش Elementor با هم دیگه انجام بدیم من این مورد رو میبندم و توی این قسمت این منوی همبرگری رو کلیک بکنید بخش تنظیمات سایت بیاید و از قسمت فونت‌های های سراسری میخوایم فونت یکانبخ رو تنظیم بکنید ببینید روی این قسمت که کلیک میکنید روی این آیکون مداد توی قسمت خانواده فونت میایید بالای بالا توی بالا، قسمت کاستوم فونت فونت مورد نظر خودمون رو وارد میکنیم و برجستانی رو من کلیک می کنم. بعد از این کار باید بیایید مرحله قبلی و بخش فونت سراسری مجددن به بخش بخش استایل قالب و تایپوگرافی ها رو تنظیم بکنید میتونید از این قسمت اقدام بکنید مثلا روی این قسمت اگر کلیک بکنید میتونید مثلا فونت مورد نظرتون رو اعمال بکنید مشکلی که داره اینه که ما توی این قسمت باید وزنش رو هم تعیین بکنیم که شما بسته به نیازتون میتونید این کار رو انجام بدید من روی همون یکان بخ اینها رو تنظیم میکنم تمامی موارد مربوط به تایپوگرافی رو کلیک بکنید و روی فونت یکان بخ قرار بدید میبینید که توی این قسمت هم تغییراتی رو برای ما داره که البته این مورد من میذارم توی حالت اول خب بعدش برمیگردم مرحله قبلی و برای دکمه ها هم میخوام این تنظیمات خودم رو انجام بدم و بخش فیلد های فرم هم میایم و انجام میدیم بخش فرم ها برای ما بسیار ارزشمند هستند و یک برجستانی رو من میزنم توی این قسمت هم یک رفرشی رو انجام بدیم بینید که یک سری از بخش ها برای ما فونتش تغییر پیدا میکنه و مجرد میام توی قسمت تایپوگرافی این اچیه ای که ما اگر تغییر بکنیم به صورت پیش فرض من این رو میذارم و روی برزسایی من کلیک میکنم این قسمت بدنه هستش و برای ما باید فونتش مناسبتر قرار بگیره که نازکتر شد و مناسبه یک سری از قسمت ها میبینید که اعمال نشده و ما مثلا میتونیم این رو با استفاده از کدنویسی که توی جلسات بعدی بررسی میکنیم اضافه بکنیم مثلا من روی قسمت اگر بیام و یک استایلی بهش بدم مثلا فونت فامیلی رو فونت فامیلی روی یک کامبخ فانان باشه و یک ایمپورتنت هم اگر کنارش بذارم میبینید که به این شکل برای من انجام میشه مثلا فونتویتش رو هم روی عدد مثلا 500 باشه و میبینید که به این شکل برای ما اعمال میشه و این کد ها رو مثلا کپی میکنیم و توی قسمت تنظیمات توی قسمت تنظیمات سایت CSS سفارشی میتونیم این مورد رو اضافه بکنیم و برجستانی رو من کلیک میکنم این مورد زود بود ولی خب نیاز شد که با هم دیگه بررسیش رو انجام بدیم هر جا که نیاز باشه از کود نویسی CSS استفاده میکنیم و میبینید که با رفرش شدن صفحه هم این مورد برای ما تنظیم شده توی جلسه بعدی ادامه این رو بررسی میکنیم تا جلسه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم